وزیر خارجه چین صبح امروز از سفری طولانی به محل مذاکرات میرسد، ولی همتایان روسی و بریتانیاییش تأخیر دارند. هرچند وزیر چینی هم هنوز نمیداند چقدر به توافق نزدیکند. Are you any hopeful for a deal today, sir? جان کری وزیر خارجه آمریکا باز هم راهی یک دیدار دیگر با همتای ایرانیش است. شاید او هم نمیداند چند بار دیگر باید این راه را طی کند تا توافقی کامل به دست بیاید. یک مقام آمریکایی به بی بی سی گفته دو طرف درباره رویکرد توافق توافق کردند، اینکه اعمال محدودیت‌های هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها گام به گام و تدریجی باشد. این قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل یکی از چندین قطعنامه‌ای که خواستار توقف کامل برنامه هسته‌ای ایران و اعمال تحریم‌ها برای این کشور شده بودند. 18 ماه مذاکره، 18 ماه تلاش و 18 ماه چانه‌زنی در جاهایی مثل این برای لغو کردن قطعنامه‌هایی مثل اینه که رئیس جمهور سابق ایران اون رو یک کاغذ پاره خونده بود. نخست وزیر اسرائیل که توسط متحدان غربیش به طور مرتب در جریان مذاکرات قرار می‌گیرد، می‌گوید توافقی که در حال شکل گیری است از آنچه که فکر می‌کرد بدتر است. پس از محور بیروت، دمشق، بغداد، ایران حالا دارد در منطقه جنوب به حرکت گازنبوری دست میزند تا کنترل کل خاورمیانه را در دست بگیرد. محور ایران، لوزان، یمن خیلی خطرناکه و باید متوقف بشه. اما برای ایرانیان چه در داخل و خارج کشور، حکایت چیز دیگری است. من از دیروز به اتفاق ایرانیایی که اینجا زندگی میکنن و ایرانیایی که از ایران اومدن مدروبرین این هتل ایستادیم و منتظر نتیجه مذاکرات هستیم. امیدواریم که همه چیز ختم به خیر بشه و حداقل نتیجه خوبی برای ایران داشته باشه که وضعیت معیشت مملکت ما از اینی که هست بهتر بشه. اگر مذاکرات به نتیجه برسه، برای شخص خود من، چون من با مراوده تجاری دارم، فکر میکنم خیلی مبادلات ارزی بهتر میشه، بخاطر اینکه تحریما خیلی سخت کرده حواله کردن پولا، واردات و بالاخره خیلی بسته کرده. من فکر می‌کنم یه انرژی خیلی خوبی میده وقتی این تحریما برداشته بشه و دیده بقیه خیلی عوض میشه. وقتی شما به عنوان یه آدم ایرانی یا شرکت ایرانی وقتی می‌خواید کار بکنی، خب خیلی راحت‌تر می‌تونید کار بکنید. من خیلی مثبت می‌بینم. در این ساعت‌ها و روزهای آخر چشم‌های بسیاری به اینجا، به محل مذاکرات هسته‌ای دوخته شده.